اینا انقدر برنامه ریزی کردن که حتی اگر خبرنگار ایران اینترنشنال اونجا بره، یک طرح داشتن که بدوزن چند تاشون رو و ببرن ایران. ببینید چه مغزای علیلی میشینن این فکر رو میکنن. ولی الان مشکل جمهوری اسلامی، مشکل جدیش نداشتن طرفداره. حتی نماز جمعه بروهای معمولی نمیرن دیگه. چند دفعه سعی کردن که نوه دی درست کنن، ساندس خورا رو جمع کنن، بگن مردم اومدن پشتیبانی کنن. 3000 تا 4000 تا بیشتر حتی تو شهری مثل تهران نتونستن جمع کنن و شکست خوردن. دست به دامن اصلاح طلبا و نمیدونم اعتدالیون و غیره شدن، بلکه اینا طرفداراشون رو بیارن. گفت فلانی عمرش رو داد به شما، گفت اگه داشت خودش میکرد. اینا دیگه طرفداری براشون نمونده، چه برسه این که بیارن حالا بوسه خامنه ای و مشتبه و سپاه سینه بزنن. بنابر این مشکل جدیش طرفداری الان. و این حرفی که کیسینجر زمانی برای سیاست امریکا زده بود که ما با انقلاب ها نمیتونیم بجنگیم، با انقلاب ها باید دوستی کنیم، خامنه ای و سرکوب نفهمیدن که با یک انقلاب بزرگ سراسری نمیشه جنگید. و من فکر میکنم این کوششی هم که کردن، بلکه از محبوبیت فوتبال، تیم ملی، پیروزی غیره، از این نمد یک کلاهی بدوزن، شکست بزرگی خورد. برای اینکه این تن نجس حکومت رو که به تن بازیکنان محبوب فوتبال مالیدن، اونها رو از چشم مردم انداختن به شدت. و فکر میکنم حرکت مردم در شادی نکردن، چه در پیروزی و چه حتی در شکست، از تیم رقیب یاد کردن و بعدم همون شب به خیابون اومدن و اسم وریا غفوری رو گفتن، پهلوانای واقعی کشور، فکر میکنم تو دهنی سختی مردم زدن. و من واقعا این حرکت عزم مردم رو اصلا کم از اعتراضاتی که در این 70 و چند روز بوده و جانفشانی ها نمی بینم و فکر میکنم که این نشون میده عزم یک ملت و شکست این قبیل برنامه ریزی های رسوا.